توازن در بودجه به معنای توازن یا برابر بودن تخصیص ها به واحد های بودجه ای نیست، بل توازن در بودجه توازن درآمد ها با مصارف واحد های بودجه ای، توازن میان بخش های تولیدی و خدماتی برای فراهم سازی رشد سری و توازن رشد منطقه ای و یا حوزه ای است. شماره از آگاهان اقتصاد میگویند که نبود یک گروه توانمند بودجه ساز در حکومت کنونی سبب فساد اداری در مصرف بودجه شده است. از لحاظ توازن بخشی و از لحاظی که هماهنگی جز اساسی گپای که توازن است، اونورا باز ما متاسفانه نداریم و بسیار بودجه ما آرمانی ساخته میشه. معنا داره که ما 300 400 میلیون میبریم در یک جای به کار میندازه بودجه برش میتیم، در حالی که قدرت جذب از 2 میلیون است. از سویم گفته می شود که برای فراهم شدن رشد سریع اقتصادی در کشور، حکومت ها می کوشند تا در بخش های از کشور سرمایه گذاری کنند که در زمان کم زمینه افزایش درآمد های ملی را میسر سازد. اما در افغانستان تخصیص بودجه به ولایت ها بر بنیاد روابط کم و زیاد می شود. امیدوار هستم که پروژه های کلان امکانات شده بدخشان است که از اون تولید انرژی برای اتم میتونه بر تمام افغانستان اگر انرژی تولید شوایج از منابع آبی در زمان گلستون ده قابل ده کنار نده یا وسو دو گوتو پشوار خلکو تا فرمایشی چې دوی ته کمپاین کړي یا په وخت یو موټه پیسې مصرف کړي او یا دوی ته په خیر دروي چې دوی چوکۍ ته خطر دی ارګ ته خطر دی، نو هغه خلک پکې منل شوی دي، دا غوی منطقي پکې منل شوی. اما مسئولان وزارت مالیه میگویند که این وزارت همواره در ساختن بودجه اولویت های مردم را در نظر میگیرد و این بودجه بر بنیاد امکانات مالی در کشور ساخته می شود. وقتی که بودجه ملی افغانستان را می سازیم، به شکل کلی اگر بحث کنیم، بر اساس امکانات، بر اساس توازن و بر اساس اولویت ها یک موضوع، و موضوع دوم بازی است که بر اساس تعداد نفوس، بر اساس موقعیت جغرافیایی و بر اساس جذب بودجه، این سه اصل است که ما بر اساس از اون میسازیم. این در حالی است که گفته می شود در حال حاضر تنها 30% بودجه ملی کشور از درآمدهای داخلی تمویل می شود و حکومت تلاش دارد که با در نظر داشت سهم بزرگ کمک کنندگان در تمویل بودجه ملی، بخش بزرگ از کمک های جامعه جهانی را در بودجه ملی بگنجاند.